ببینین این آجر دقیقا ابعادش اندازه آجر ماه 7 سانتی متره و طولش 33 سانتی متر هستش و عرضش 2 سانتی متر هست. معمولا آجرها کلا ضخامتشون 2 تا 2.5 سانتی متر معمولا این شکلیه و این آجر آذرخش الان یکی از آجرهای سفیدشه که خب به این شکله که حالا این نما هم فلز داره هم چوب داره و بازم اینجا نگاه بکنید فلاشینگی که کار کرده، فلاشینگ فاصله داره با خود نما چون آب میاد از اینجا میاد باز روند است، این زیرش هم میاد متأ دیگه رو نما نمیریزه، یه فاصله میاد در واقع میشه که من اینا رو دیتیلاشو دستی میکشم و توی هنوز نذاشتم ولی دستی میکشم توی در واقع جزوه میذارم، همینجور سنگ در پوش رو یه توضیح بدم. حالا ما هنوز به سنگ در پروژه نرسیدیم که سنگ در پوش توش استفاده بکنیم که حالا جایی نبوده که یعنی در سنگ در پوش از فلز استفاده کردیم که دیگه به جای سنگ در پوش استفاده میشه. سنگ در پوش دقیقا همین کار فلز رو میگه، یعنی شما به جای این فلز میتونی سنگی داشته باشی، متأ سنگی که ساب نخورده، یعنی معمولا سنگا که ساب میخوره تو نما استفاده میکنیم 2 سانتی متر، این سنگ ساب نخورده میذارن اینجا و یعنی سطحش متخلخله، سطح خشنی داره و 3 سانتی متر تقریبا به خاطر اینکه ساب نخوره 3 سانتی متر در واقع عرض داره و اونم یه مقدار میاد بیشتر از نم میاد بیرونتر از نما و اون یه سوراخی داره که حالا توی پروژه بعدی یا توی این پروژه اگر جایی بود من استفاده میکنم که دیتیلتون بهتون میگم، یه شیاری زیر سنگ این زیرش ایجاد میکنن که آب بیاد باز به نما نرسه و بچکه پایین، چون این فاصله رو توی سنگ دیگه نمیدن ولی توی فلاشینگ میبینید که این فاصله رو دادن. در مجموع کلن هر چیزی که در واقع چون سطح افقی زیادی رو ما توی نما میخواییم در واقع بذاریم مثل در واقع وجود داره میاییم از فلز و سنگ استفاده میکنیم که متریالی مقاومی هن. حالا اینا هم باید یک شیبی داشته باشن، هم باید در واقع یک در واقع جوری باشن که آب روی نما روندگی آب روی نما نریزه. این حالا نکاتی که در واقع میخواستم حالا این پروژه رو دیدیم بهتون بگم که اینا رو میرسیم، اینا که من گفتم و کامل تر میرسیم، حالا من دیتیلش رو توی جزوه میکشم میرسیم و توی خود در واقع پروژه میگم توی پروژه‌ای که برسیم و چون زیاد قرار پروژه انجام بدیم و کامل اجرا میکنیم و بدیم. حالا این آجر رو داشتیم میگفتیم که بحثمون بحث آجره که